خبر خوش پرتو ماهواره خیام دیروز به اطلاع مردم رسید و یک ماهواره سنجشی است که بخش‌های زیادی از نیاز کشور رو در حوزه‌های سنجشی که نیاز به دیتای داده‌های دقت بالا هست رو میتونه مرتفع بکنه. در حوزه‌های مختلف مدیریت منابع آب، منابع طبیعی، کشاورزی، محیط زیست، بحث‌های مدیریت شهری، پایش و ساخت و ساز، بحث کاداستر و امثال هم، خب داده‌های ماهواره میتونه مورد استفاده قرار بگیره. ماهواره خیام در اواسط دهه 90 متخصصین فضایی کشور با توجه به نیاز روز کشور و اینکه در اون ایام در واقع ساخت صنعت ماهواره سازی تو ایران و هنوز هم در واقع این فاز تحقیقات داره طی میشه و خب مقدماتی تر و تحقیقاتی تر بود، این نیاز رو احساس کردن که باید ماهواره با دقت 1 متر با توجه به نیازهایی که از کشور احسا شد در حوزه‌های مختلفی که خدمت دوستان توضیح دادم نیاز داریم به یک ماهواره‌ای که فلان طیف‌ها رو داشته باشه و دارای مثلا فلان مشخصه باشه. منتها این فرایند در معمولا یک کار مطالعاتی 1-2 ساله رو میطلبه که این مطالعات به طور کامل تو کشور انجام شد، به نوعی طراحی مفهومی ماهواره انجام شد. حالا من عبارت طراحی مفهومی کمی محتاطانه تر استفاده می کنم چون اینا لغات فنی هستن، اما کمابیش طراحی مفهومی ماهواره انجام شد، طراحی سطح بالای انجام شد که مشخصه فنی ماهواره مشخص شد. مشخصه فنی ماهواره چون ماهواره سازی، صنعت ماهواره سازی اشتباه نشه به این صورت نیستش که مثلا مثل لوازم خانگی ما میتونیم بریم توی مثلا یه فروشگاهی تهیه بکنیم بگیم ما از این میخوایم یا از اون میخوایم، باید در واقع سفارش گذاری بشه، پارامترهای ماهواره استخراج بشه. تو اواسط دهه 90 با توجه به اینکه سازنده های ماهواره های بسیار دقیق عرض کردم، ببینید ما در ماهواره خیام نیاز روز رو باید مرتفع بکنیم، نیاز حال حاضر کشور رو باید مرتفع بکنیم که بسیار متنوع. شرکت‌های مختلفی ارزیابی شد، بررسی شد و در نهایت یک شرکت معتبری که در این حوزه سابقه خوشنامی داره و داره سابقه مثبت هستش در دنیا این کار رو انجام میده، شناسایی شد، سفارش گذاری انجام شد و بعد از اون هم فرایندهای متعددی در خصوص نظارت بر پروژه به لحاظ فنی صورت گرفت، چون به هر حال سفارش گذاری پارامترهای مد نظر ماهواره توسط تیم ایرانی انجام شده. ما در خصوص صنعت ماهواره باید شرایط فعلی کشور رو بدونیم به چه صورتی هست و نیاز کشور رو هم بتونیم ببینیم به چه شکلی هست. نیاز کشور در حوزه‌های سنجشی نیاز 1 متر و حتی در بعضی از موارد دقیق‌تر هست. صنعت بومی ماهواره ایران خب از تقریبا نزدیک به 17-18 سال هست که شروع شده کارش. خب ابتدا ماهواره‌های خیلی ساده‌ای توسط ایران ساخته می‌شد، به تدریج این رشد و توسعه انجام شد. تو ماهواره‌های سنجشی ما یه موقعی سنجنده های 100 متر و 40 متر و 50 متر رو تو ایران می توانایی ساختش رو داشتیم و می ساختیم و خب به حول قوه الهی توی این چند سالی که در واقع تو حوزه فضایی شروع کردیم کار کردن، علی رغم اینکه خب به هر حال توی زمانهای سرعت توسعه صنعت فضایی کشور ما کند شده و اون ترافرزی مثلا بعضی از ایام رو نداشته، به هر شکل الان توانایی ساخت سنجنده های با دقت 10 تا 5 متر رو ما هم الان بومی داریم و بخش نیاز زیادی از نیازهای کشور هم این سنجنده ها مرتفع می کنن. سنجنده 5 متر تا 10 متر سنجنده در واقع خیلی ضعیفی نیست، ولی به هر حال ما نیازمون نیازهای خیلی دقیق تر از این حرف هست. نمیتونیم منتظر بمونیم که مثلا 10 سال دیگه 5 سال دیگه به فلان دقت برسیم و بگیم خب حالا ماهواره رو میذاریم. از الان ما به فکر تعمیر ماهواره های دقیق‌تر هستیم و تو محض بومی هم به فکر ساخت ماهواره های بومی دقیق‌تر که بتونه تو این مدت در واقع خیلی سریع ماهواره آماده بشه برای اینکه پرتاب بشه تو مدار قرار بگیره و تعدادی هم که میخوام خیلی بیشتر از این حرف هست. یه ماهواره تو کلاس سنجشی 5 متر معمولا تو اردر میگم اگر خیلی بخوایم ارزون اقتصادی در بیاریم تو اردر 1-2-3 میره تا میرسه مثلا 10 میلیون دلار میشه ماهواره‌ای که تعداد زیادی افزونه داره، قابلیت اطمینان بسیار بالایی داره و به قول گفتن دیگه شما فایر اند فورگت، خیالت راحتی که گذاشتی تو مدار دیگه این همیشه برات کار میکنه، هیچ مشکلی هم نداره. ماهواره‌های سنجشی تو اوردر قیمتی اونایی که خیلی در واقع ریداندنسی با ریداندنس بالایی دارن و قابلیت اطمینان خیلی بالایی دارن و اینا میرسه تا چند 10 میلیون دلار معمولا اوردر قیمتیشونه. تو اوردر ماهواره خیام
تو این کلاس ماهواره، تو این قد و قواره، تو این وضع، اوردر قیمتی تو همه جای دنیا معمولا تو اوردر مثلا 40 میلیون دلار، 30 میلیون دلار، 50 عدد دقیقو من الان چون بعد قرارداد عقد قراردادش من نگاه کنم بگم مثلا اینقدر بوق قرارداد بسته شده، چون تاریخ عقد قراردادم بعد نگاه بکنم. الان روزی کسی بخواد تو کلاس ماهواره خیام قرارداد ببنده ممکن ارزان‌تر هم ببنده. چرا؟ چون مثلا تو خیلی از زمینات تکنولوژی رفته جلو، سنجنده‌ها خیلی بعضن ارزان‌تر شده. اینکه الان مثلا بگیم مثلا این ماهواره رو شما 40 میلیون دلار پول دادی، خب این ماهواره الان مثلا میتونی با 20 میلیون 25 میلیون دلار بخری. بعد قرارداد وقتی که تو سال جدید بسته میشه، بعد از 5 سال 6 سال قرارداد جدید بسته میشه با تغییر تکنولوژی، اما من هیچ وقت این کارو نمیکنم. یعنی من که دارم میگم، من سفارش دهنده اصلا سازمان فضایی، باز نگاه میکنم میگم من میخوام تکنولوژی روز رو ببینم در حوزه فضایی که یه صنعت 100% تحریمیه در مورد ایران. 100% تحریمی، یعنی ما کوچکترین المانو نمیتونیم واسه وارد بکنیم. اصلا صحبت کردن راجع به اینکه آقا قیمت این چند ای شرکت فلان بود که خیلی ارزون تر میتونست بده، چرا نرفتی از اون بگید؟ این خیلی حرف غلطیه. دوستانی که از روسیه تشمه بودن مشاوره میدن تا کی همراهی میکنن تیم؟ ببینید این یه بخشی از فرآیند نظارته. ما الان در زمانی هستیم که ماهواره الحمدلله با موفقیت در مدار قرار گرفته، کنترل ماهواره دست خودمون هستش در ایستگاهایی که در واقع تو ایران تعبیه شده. شرکت سازن طبیعتاً باید در مرحله در واقع تحویل و در مدار باید حضور داشته باشه، ابهاماتی اگر وجود داره پاسخگو باشه، جزئی از قرار داده. چون ما تا قبل از این عموماً ماهوارهایی که پرتاب شده عموماً تقریباً همشون بومی بوده و توسط ساخت داخل بوده و این خب یه اتفاق تازه‌ای بوده که اول بار تو کشور اتفاق افتاده. خب این الغا شده که آقا اینا مثل یکی از ماهوارهای بومی دیگه ما هستش، ولی خب نه، این الان تکنولوژی و فناوری این ماهوار از ماهوارهای بومی ساخت داخل خب بالاتره و ما عرض کردم تو این ماهواره خیام باید نگاهمون رفع نیاز شرکت‌های سنجشیمون باشه. حالا به هر شکل در واقع سازمان فضایی روسیه یه خبری رو قبل از اینکه با ما هماهنگ بکنه رو سایت گذاشت که حالا اونم در واقع نمیشه گفت یه عمدی در کار بوده. خب به هر حال اونا یه پروتکلی برای اطلاع رسانی دارن از جزئیات لزوماً در واقع توافقات ما، شاید اون حوزه در واقع اطلاع رسانیشون اون جزئیات اطلاع نداشته باشن یا از در واقع نیت سازمان. ما توافقمون در کل این بود که بعد از اینکه ماهواره شرایط استیبل و تصاویر قابل در واقع اعتماد و سنجنده‌های کالیبر شده در اختیار ما گذاشت، ما بتونیم از اون ماهواره و در واقع همه چیزش دیگه قابل اعتماد بود، این اطلاع رسانی صورت بگیره و مرحله به مرحله و گام به گام. که حالا به هر شکل دیگه سازمان فضایی روسیه اعلام کرد، ما هم در واقع با توجه به اینکه اونها اعلام کردن اعلام کردیم. یعنی این خیلی چیز عجیب غریبی نبوده، تصمیم خیلی طبیعی تو شرایط خیلی طبیعی گرفتیم. حالا اینکه میفرمایید یه سری سوالات داشتین، چی بودش که چرا شفاف نگفتیم ما رو روسیه مثلا ساخته؟ مثلا ما ما در اطلاعات اطلاع رسانیمون هم گفتیم ماهواره متعلق به جمهوری اسلامی ایرانه. حالا ما حداقل تو سازمان برامون این مسئله نسبتا شفاف بوده، تاکید داشتیم بیشتر به اینکه تعلق این ماهواره، مالکیت این ماهواره مال ایران هست. بله، چون حالا این عرق ملی و این عشق به توسعه پیشرفت تو کشور تو همه هست، این خب تداعی شده که این ماهواره حتما ساخت داخل بود. ما اینطور نبوده. البته من واقعا منکر این قضیه هم نیستم که ممکنه ما در هنی حتما ما تو اطلاع رسانی میتونستیم خیلی بهتر از این عمل بکنیم. داستان توسعه پرتابگرها هم مثل داستان توسعه ماهواره هاست. یعنی ما الان نزدیک به 2 دهه هست تو این حوزه داریم کار میکنیم و خب پیشرفته خیلی خوبی اتفاق افتاده. ماهواره خیام هم خب بالاخره موقع پرتابش فرا رسیده. اگر پرتابگر داخلی این ظرفیت رو نداشته باشه، طبیعتا ما بریم سراغ پرتابگر خارجی، کاملا یه مسئله روتین روشنی هم هست. حالا بین تمام پرتابگرها چرا پرتابگر سایوز؟ خب به هر حال چون شرکت سازنده در واقع شرکت روس بود، خب هیچ در واقع منطقی نداره که بگیم حالا بریم سراغ یه پرتابگر امریکایی مثلا، معنادار نیست. یا اینکه به هر حال که در واقع کشورهای متخاصم که هیچ وقت همچین کاری رو برای کشورشون انجام، پولش هم بدیم این کارو نمی‌کنن. و خب به صورت خیلی منطقی و معقول رفتیم به سمت پرتابگر در واقع خارجی. بله، و یه نکته مهمی هم که دوستمون به من تذکر دادن یادآوری کرد، این که
پرتابگر سایوز یه پرتابگر بسیار قابل اطمینانی هست. اینجا الان بحث اصلا بحث سیاسی نیست. بحث کاملا چارت های علمیه. شما برید بررسی بکنید تو کشور دنیا پیشروترین کشور در حوزه صنعت فضایی، حالا اونایی که تعصب غربی دارن میگن امریکاست، ما که واقع بینانه به داستان نگاه میکنیم میگیم روسیه، یعنی مثلا کاری نداریم به امریکا یا روسیه، واقع بینانه نگاه میکنیم. حالا ما اومدیم 20 سال خودمون رفتیم جلو، برای خودمون در واقع صاحب سبکی شدیم، توسعه بومی دادیم، 5 متر 10 متر با این دقت داریم سنجنده میسازیم، ماهوارهای پلتفرم‌های مختلف میسازیم، مثل آدمی هستیم که الان تا یه حد تخصص پیدا کردیم بیشتر سوال داریم. خب الان شما تصور بکنید برای ما این فرصت از فرصت طلایی چرس کنم فوق طلاییه، به دلیل اینکه ما میتونیم به راحتی بسیاری از در واقع ابهامات و سوالات و نکاتی که برامون وجود داره و یه گیر و گورای فنی و تخصصیمون اینجوری مرتفعش بکنیم و یه بارکه شتاب بدیم به صنعت فضایی که خب در گذشته برامون فراهم نبوده. خیلی طبیعی هستش که اینجور قرارداد در حوزه‌های فنی دائما به صورت خیلی متغیر و داره دینامیک تغییراتی بکنه و این اصلا چیز بعدی نیست، کاملا هم مرسومه. اتفاقا نشون میده که هم ما خیلی اشراف داریم بر نظارت، یعنی چشم و گوش بسته نیستیم که هر چی گذاشتن تو کاسه ما بگیم اوکی همین و همین، ما همین میرون استفاده میکنیم، کاملا نظارت داریم، همین الانش هم به همین صورته. و بحث بعدی اینه که حالا هر بخشی از فنی تو قرارداد بخواد اصلاحی درش صورت بگیره قطعا تو حوزه های حقوقی قرارداد هم تاثیرگذار میشه طبیعتا، که مثلا قبلا پیش بینی نشده، در نتیجه باعث میشه که قرارداد شروع بکنه هی اصلاحی خوردن. بله این که میگیم آقا مثلا تو در سازمان در دوره قبل نکرد و نمیتونست و نشد، این حرفای مقال و معروف بله 100%. یعنی به هر حال تلاش بسیار زیادی در دوره اخیر تو این یک سال انجام گرفت، در گذشته هم بوده حتما این تلاش بوده، وگرنه خب پروژه مسکوت میشد و هیچ اتفاقی هم نمیفتاد. ما اون مسیر رو ادامه دادیم، حالا انشاءالله تلاشمون بوده که بهتر هم عمل بکنیم، حالا انشاءالله همینطور بوده باشه. خودمون هم این احساس رو داریم که تو بعضی از حوزه ها شاید یه مقداری با سماجت بیشتری پیگیری کردیم، اما این در واقع به این مفهوم نیستش که حالا مثلا یه پروژه‌ای بوده که یه کشتی به گل نشسته‌ای بوده که بلند کردی، خیلی بار منفی ندیم، کار تخصصیه، کار تخصصی تو حوزه فضاست، به هیچ وجه نافی زحماتی که در دوره‌های قبل سازمان فضایی صورت گرفته کشیده شده نیستیم. دوستان همین ببینید بدنه سازمان فضایی که همون بدنه از کارشناسان، همون متخصصین، این کارم کار متخصص، همون دانشمندا دارن این کار انجام میدن و ما تلاش کردیم که در واقع، البته بازم اینم تاکید بکنم، فقط هم تاکید کار سازمان نبوده، وزارت امور خارجه خیلی به ما کمک کرد، دفتر همکاری ها خیلی به ما کمک کرد، وزارت آی سی تی حوزه بین‌المللیش خیلی به ما کمک کرد، مجموعه از همکاری ها یک کار تیمی وسیع در کشور انجام شد از حوزه دیپلماسی و غیره تا مسائل مربوط به قرارداد حل شد و الحمدلله الان بالاخره با یه پرتابگر دیگری در زمان مشخص و شفاف. ما زمان پرتاب یه موقع جز ابهامات بود، من میگم باز پیچیدگی داستان، زمان پرتاب یه پارامتر بسیار مهمیه که بالاخره تو قرارداد مشخص مرتب بشه، بهره برداری بشه، چه تضامین ما چی میشه، پس تضامینی که ما گرفتیم بخواد به کجا برسه اگر بنا باشه پرتاب زمانش نامشخص باشه. اینا مجموعه از اشکالات این چنینی تو برهه تو یک سال اخیر حل شد و به هر حال شاهد بودیم که الحمدلله پرتاب هم با موفقیت انجام شد. بسیار ممنون.